یکی از چیزهای بسیار گمراه کننده که توی سایت اپل و توی بخش فاینال کات پرو ایکس وجود داره این عنوان نیتیو فرمت ساپورته که اینجا نوشته که بله فاینال کات پرو ایکس به صورت نیتیو رد را و آری و همه اینا رو ساپورت میکنه. واقعیت اینه که درسته که ساپورت میکنه، ولی پلاگین خود این دوربین ها رو شما حتما باید از سایت خودشون دانلود بکنید و نصب بکنید و بعدن کار میکنه. به طور مثال شما اگر بخواید تصاویر رد را رو وارد فاینال کات پرو ایکس بکنید، حتما باید بیاید توی سایت red.com support downloads software و این رد اپل ورک فلو رو دانلود بکنید و نصب بکنید. بدون این، بدون نصب این نرم افزار، متاسفانه تصاویر رد رو شما نمیتونید توی فاینال کات پرو ببینید یا باهاشون کار بکنید. برای دوربین های سری سی کنون هم به همین شکل هست، C300 حالا یا سری های دیگه، شما باید بیاید توی سایت اپ سایت ببخشید کنون، توی این قسمت درایورز اند سافتورز، اگر از سیستم عامل یوسمتی استفاده میکنید بعد این یوسمتی رو انتخاب بکنید، اگر از سیستم عامل قبلی انتخاب بکنید بعد سیستم های مثلا فرض کنید ماوریک یا لاین بعد این یکی ها رو انتخاب بکنید. و از اینجا شما هم میتونید خود این پلاگین Canon XF plugin for Final Cut Pro X رو دانلود بکنید، هم LUT ها و LUT هایی که مربوط به خود این دوربین ها هستش. در مورد آری هم باز با همین صورت هستش، شما توی خود سایت آری بعد بیاین توی بخش دانلود، اگر میخواید آری را رو به فرمتی تبدیل بکنید که Final Cut بتونه بشناستش و باش کار بکنه، از اینجا میتونید باز نرم‌افزارش رو دانلود بکنید. شاید راحت ترین کار این باشه که شما اسم اون دوربین رو مثلا آری و را به علاوه فاینال کات پرو ایکس سرچ بکنید. اینجا به احتمال بسیار زیاد خیلی راحت و سریع میتونید ببینید اسمش رو، حالا و با یه مقدار جستجو کردن توی گوگل شما به راحتی میتونید این رو پیدا بکنید. اما یکی از عجیبترین این اتفاقات که واقعا خود من کلی طول کشید تا پیدا کردم و فهمیدم که چجوری کار باید بکنه و چی کار میکنه، این فرمت پرو ویدیوه. این واقعا یکی از اون چیزاییه که کلی شما باید تو گوگل بگردید تا پیداش بکنید. من قبل از اینکه اینو توضیح بدم، در مورد سونی هم باز به همین شکل هسته. شما اگه بخواید فرمت XAVCه دوربین XT کم سونی رو باهاش کار بکنید، باز باید همین رو دانلود بکنید از خود سایت سونی. به خاطر همین اون چیزی که شما میبینید توی سایت اپل نوشته که نیتیو فرمت اینا رو ساپورت میکنه، درسته که به صورت نیتیو ساپورتشون میکنه، ولی با این پیش فرض که شما پلاگینشون رو هم نصب بکنید. من حالا اینو میبندم و این فرمت عجیب غریبمون رو توضیح میدم. شما اگر خواستید هر کدوم از این فرمت ها رو توی فاینال کات پرو ایکس باهاش کار بکنید، یا موشن، این فرمت ها ABC Intra, DVC Pro HD, XD Cam HD اینا، حتما بعد این پرو ویدیو فرمت رو دانلود بکنید. یعنی اگر این پرو ویدیو فرمت رو دانلود نکنید که هم دانلودش چیز خیلی راحتیه هم پیدا کردنش، اینا توی فاینال کات متاسفانه کار نمیکنه. برای دانلود کردنش هم طبیعتا خیلی راحت شما میایید میزنید Final Cut Pro X Pro Video Format که طبیعتا همین صفحه رو بعد برای شما بتونه بیاره، Pro Video Format 2.0.1. حالا به نسبت زمانی که شما دارید این ویدیو رو میبینید، ممکنه این آپدیت شده باشه، ممکنه فرمتش الان مثلا چون از ورژن 3 باشه، ممکنه ورژن 4 باشه، ولی این نکته رو حتما در نظر داشته باشید. این قضیه کار کردن با فرمت های اصطلاحا پرو ویدیو مثل MXF و حالا فرمت های دیگه یه مقداری راستش لقمه دور سر چرخوندن شده توی فاینال کات و یه خورده پیدا کردن اینا عجیبه. به خاطر همین من راستش این ویدیو رو ضبط کردم و امیدوارم این در واقع این معما رو تونسته باشه این ویدیو حل کرده باشه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم اینه که اگر شما دیدید سیستمتون هی داره کراش میکنه، فاینال کاتتون هی داره به مشکل برمیخوره، مخصوصا زمانی که شما
فایلایی که میارید مثلا XAVC سونی، فرمت پاناسونی که MXF کانون، این فرمت هایی که میدونید مال اپل نیستن، فرمت هایی که پلاگین هاشون خود اون شرکت ها تولید میکنن. اگر شما دیدید دارید با اینا کار میکنید هی داره کرش میکنه، احتمال داره ورژن نه اون پلاگینتون قدیمی باشه. این مشکلی که دقیقا بر خودم به وجود اومد، من تو حین ضبط همین پلاگین هاردم به مشکل برخورد و یه هارد نو مجبور شدم بخرم، روش الکاپتان نصب کردم و آپدیت کردم به الکاپتان. پلاگین رد من دیگه درست کار نمیکرد، دائم کرش میکرد فاینال کاتم. این ولی خب زمانی که پلاگین جدید رد رو گرفتم از سایتشون بهتر شد. حالا هنوز مشکلش کامل حل نشده ولی تعداد کرش ها خیلی کمتر شد. اینه که اگر شما مخصوصا آپدیت کردید به یه سیستم عامل جدید، مثلا از یوسمیتی اومدید به کاپیتان، اینو در نظر داشته باشید که اون پلاگین های قبلی کنون، پاناسونیک، سونی، حالا الاخر ممکنه درست کار نکنن. مثلا تو الکاپیتان یه انجین جدیدی هست به اسم متال که از کارت گرافیکی خیلی استفاده میکنه و این خودش درسته که مزیت بسیار بزرگه برای کسی که کارت گرافیکی خوبی دارن، ولی برای کسی که کارت گرافیکی قدیمی دارن از خود من این مشکل سازه و برای من خیلی مشکل ایجاد کرد. این نکته رو من گفتم حتما در نظر داشته باشید چون واقعا ممکنه شما رو دوچار مشکلات جدی عصبی بکنه.